سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در روزهای گذشته اخباری در فضای مجازی ایران منتشر شده که دوست دارم بخشش رو با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم در ایران مجازی چه خبره چی داره اتفاق میفته یه سری خبر هم دیروز رخ داده چند تا فیلم هم داریم که خیلی خاصه سعی میکنم انتهای این ویدیو با هم دیگه مرورش بکنیم در ایران مجازی قاضی صلواتی ترور شده است در جریان هستیم دیروز دیدم که یکی از این رسانه‌ها اعلام کرده و گفته بود که سلام رسونده آیه سلواتی گفته که من خبر رو خودم شنیدم و کلیم خندیدم و میخواستم اعلام بکنم که سعد نداره تو ایران مجازی این شکلی نیست عباس فخرآور و اون بقیه کسانی که این روزها نانشان در روغن است حسابی توییت بازی میکنن اعلام کردن که آقا این داستان اتفاق افتاده یه منبع موثق به ما گفته که یک نفری رفته قاضی سلواتی رو ترور کرده خب در ایران مجازی گفته میشه برای اون مخاطبی که با اینها همراه شده است حقایق را نمیداند دنبالش هم نمی رود حرفای ما هم به گوشش نمی رسه. با اونها داره بازی رو دنبال میکنه برای اینکه باور بکنه برای اینکه تحریک بشه اقدامی علیه وطنش انجام بده بگه آه تموم شد همه چیز تموم شده است منم یه حرکتی بزنم دستش به جنایت آلوده بشه بعد زمانی که آوردنش در دادگاه اینها هشتک بزنن ادام نکنید داستان این شکلیه روز گذشته خبر محاکمه دو تن از افرادی که در جنایت کرج نقش داشتن در رسانه منتشر شد جنایت هولناکی که 16 نفر در اون در ماجرای به قتل رساندن فجیع یک شهروند نقش داشتن شهید روح الله عجمیان فردی که به شکل وحشتناکی توسط افرادی در کرج به شهادت رسید من دیدم که دیروز یک نفری گفته بود که کاش میبخشیدن کاش به خانواده و حرف این شکلی این ادامی ها توجه میکردن و با اینها برخورد نمیکردن دیدم بعضی از کاربرها گفته بودن که کاش برای شما اتفاق میفته ببینیم خانواده شما همین رو میگن یا نه چرا بعضی ها انقدر جری دارن جواب میدن انقدر تحریک شده و انقدر خشمگین دارن جواب میدن و بعضی ها انقدر عجیب ماجرا رو نمیفهمن دو طرف داره اتفاق میفته دیگه من سادهش بخوام بکنم اینه که این این طرف جامعه فیلم ها و تصاویر مربوط به لحظه جنایت رو دیده و فهمیده اینها چه کردن اون طرف جامعه هم همونیه که الان فکر میکنه که قاضی سلواتی ترور شده است چرا چون عباس فخرآور اینا رو دنبال میکنه حقایق جامعه رو متوجه نمیشه حقایق جامعه رو نمیفهمه در این بخش و در فهم این ماجرا کمی مشکل دارد میخوایم بریم یک بررسی داشته باشیم ببینیم در خصوص گفته شده محمد حسینی و محمد بهدی کرمی از جمله افرادی هستن که روز گذشته خبر محاکمه ای اینها در رسانه ها منتشر شد یک شیطنتی رو روزنامه قاتل ها روزنامه در داخل کشور ما انجام داد و این روزنامه مصاحبه گرفت با خانواده محمد مهدی کرمی کلمه ای رو از اونجا به اصطلاح خودمون بولد کردن تحت این عنوان که این فرد در گفتگویی که با پدرش داشته گفته به مامان اطلاع نده که این اتفاق افتاد و این حرفا زده شده و این حرفا این شکلی دیروز سعی کردن همین رو توییتش بکنن باش یک مقدار بازی بکنن احساسات افکار عمومی و مخاطبین خودشون رو برانگیخته بکنن درباره این توییت و درباره این کلمه یک نکته وجود داره ما وقتی درباره محمد مهدی کرمی صحبت میکنیم و درباره محمد حسینی صحبت میکنیم داریم به افرادی اشاره میکنیم که این افراد فیلم ها و تصاویرش هست که چه جنایت ترسناکی رو انجام دادن این شما اگه بیای بگی آقا اونجا شاید اعتراف اجباری ازش گرفتن به باباشم گفته به مامان نگو که اینا رو میگن من انجام دادم باباش هم تو مصاحبه گفته که من پسر باورم نمیشه اینا رو دارم میگن تو انجام تو انجام دادی نه فیلمش هست اینا چیزهایی که متاسفانه فیلمش هست در یک فضایی که تحریکش کردن چه کسانی همینا که امروز هشتگ میزنن میگن آقا اعدام نکنی تحریکش کردن آوردنش کف خیابان جنایتی رقم زد برادرکشی کرد یک مدافع امنیتی که جرمش این بود اومده بود خیابونی که ترافیک شده بود ترافیک چند کیلومتری اون اومده بود باز کنه او را به فجیع ترین شکل ممکن به شهادت رسوند و حالا تو این وضعیت قرار گرفته من درباره محمد مهدی کرمی یک حرفی هم یه نکته اضافه بکنم هر چند اون رفتاری که ما از محمد حسینی در ماجرای شهادت شهید عجمین می‌بینیم خیلی فجیع بوده ولی من احساس می‌کنم که اگر بخوام یک نفری رو معرفی بکنیم که نقش بسیار موثری داشته در این جنایت و در به شهادت رسیدن این فرد اون هم کسی نیست جز محمد مهدی کرمی چون شما وقتی فیلم ها رو بررسی میکنی ضرباتی که زده به نقاط حساس ایشان بوده یعنی مثلا به عنوان یک کسی که در صحنه حضور داشته وقتی اون نیمه جان روی زمین افتاده اولین ضربه که زده وسط دو پای فرد بوده بعد ضربه به این قسمت از صورتش با لگد محکم وارد کرده بعد کفش کار کفش کار کفشی است که شما اگر بررسی کرده باشی جلوی این کفش خیلی محکم ساخته شده برای اینکه اگر شما وسط کار هستی چیزی افتاد روش ضربه خورد نوک انگشتان هست با کفش کار خیلی محکم ضربه به صورت این فرد میزنه و بعد جنازه رو و پیکر رو روی زمین میکشه و این مشخص هست که آن چیزی که رخ داده اگر ما بخواهیم بگوییم که پیکر نیمه جانی در این ماجرا روح از بدنش خارج شده بخش قابل توجهش رو این فرد انجام داده دا شما الان وقتی بررسی میکنی اون کسی که به شدت دارن سعی میکنن که ازش اشک بگیرن از مخاطب اشک بگیرن پیرامون ماجرش همین فرده نه اشاره نمیکنم که او چه کاری رو در میدان انجام داده بریم چند تا توییت بخونیم مثلا اجاره قم که اعدام شدن جمهوری اسلامی قاتل سید محمد حسینی را به دار آویخت محمد مهدی کرمی را هم به دار آویخت در سرزمین به گروگان گرفته ما ایران عزیز به جرم فریاد آزادی خواهی به جرم اعتراض به فقر و فساد و جنایت اعدام شدن قسم به خون بیگناهان قاتلان تاوان خواهند اولین اعترافی که من دارم میبینم مثلا علیزاده قومی امروز یادت باشه اعتراف کردی که قسم به خون بیگناهان قاتلان تاوان قاتلان کیان قاتل تو هستی تو یه بی که تحریک کردی میان کف خیابونها قاتل امثال تو هستی و تاوان خواهین داد اینجا تو اعتراف کردی دوستان این توییت رو به ذهن داشته باشید این توییت اعتراف یک قاتل هست قاتلی که اینها رو تحریک کرد بیان کف خیابون دادش همین بود حجاب ما رو گرفتن بیایم حجاب داشته باشیم الان اینجا با خودش میگه چی بگم دو دنیا چی بگم بگم چه تحریکشون کردم نوشته به خاطر اینکه به فقر اعتراض داشتن به فساد اعتراض داشتن به جنایت اعتراض داشتن اعدام شدن اون پزشکی که در ماجرای روح الله عجمیان بازداشت شده دریافتی چقدر بوده یکی از کسانی که در این جنایت نقششه فارغ از اینکه اعدام بشود یا نشود قانون باید بررسی بکنه من در قد و قواری نیستم که بخوام اثر نظری داشته باشم قانون تشخیص میده اما فارغ از این ماجرا دریافتی چقدر بوده به به اصطلاح خود اعتراض داشته به فقر اعتراض داشته بازی بازی کسیفیه افراد رو تحریک کردن او آوردن کف خیابون از اونها جنایت سید کردن با هشتگ اعدام نکنی دارن افکار عمومی رو به هم میریزن و بعد طلبکار هم هستن تناب به دارو گردن این دو نفر چه کسانی انداختن معصوم قوم کله و امثال اینها بریم توییت بخونیم شاید اگر دوستانی تردید داشته باشن با هم بررسی میکنیم و به صورت بعدی رو هم دیگه بررسی میکنیم روی صحبت من دارید یک خبر دیگر رو میبینید صدای آمریکا نوشته که نازنین بنیادی در تویتی نوشت رژیم قاتل جمهوری اسلامی دو معترض دیگر ببین صدای آمریکا داره اینو منتشر میکنه صدای آمریکایی که در کشورش اگر در خیابان پلیسی ببینه که همچین فج... فاجعی رو رقم زدن یعنی اومدن حمله کردن یک نفری رو به این شکل دارن میکشن کمی جلوتر از ماجرای شهید روح الله عجمیان خودروی پلیس رو بهش حمله میکنن سلاحش رو میگیرن فیلماشو دیدین دیگه اینجا قابلیت انتشار نداره فیلمی هست به خودروی پلیس حمله کردن سلاحشون گرفتن و خون نیروهای پلیس از لبه های ماشین داره همینجوری قطره قطره میریزه ببینید که حجم جنایت به چه شکل بوده تو آمریکایی که صدای آمریکاش الان اومده گفته جمهوری اسلامی قاتل است چون رفته اینها رو بازداشت کرده به جرمشون رسیدگی کرده محاکمه کرده اولا پلیس وسط میدان این حکم رو صادر میکنه دو من رسانه اجازه نمیده تو پلیس رو قضاوت بکنی کاری که باید انجام میداده جنایت دیده دست و سلاح برده دا من دارم درست میگم یا دارم غلط میگم فارغ از همه اینها تو همین آمریکا هفته گذشته یک نمونه از اعدامها در یکی از ایالت ها اتفاق افتاده منظورم از این حرف چیه یعنی اینکه اینها دارن به این جرمنی میسن که باید اعدام رو در دستور کار خودشون بیارن حالا بابت جنایت هولنکی که اتفاق افتاده اومده تیت زده گفته که نازنین بنیادی گفته است رژیم قاتل جمهوری اسلامی دو معترض دیگر را اعدام کرد چرا اعدام کرده آقا رژیم جمهوری اسلامی دو نفری که اعتراض داشتن را اعدام به چه دلیلی اعدام کرد چون اعتراض داشتن اعدام کرده یا نه ادعی در حال اعتراض بودن اینا اومدن راه و بستن یک بسیجی آمده است بر اساس معموریتی بهش گفتن که ببین مردم یک ساعت تو این ترافیک دارن فوش میدن برید راهو باز کنید او آمده با کسی هم دعوا نداشته وسط این میدان موانعی بوده اومده اینا رو برداره و او رو کشن به شکلی فجی او را کشن میتونستن هم یک چاقوی به اصطلاح در بدنش فرو بکنن او در جا بیفته در خون خودش بغلته نه زجر کشش کردن او را زجر کش گردن. اینا رو میگه نه میگه که معترضینی بودن که کشته شدن این بیشرافتیه این بیش این رزالت این چیزی که داره اتفاق میفته رزالت یک عده دور هم نشستن کفتارها دور یک سفره نشستن دارن از خون این مملکت و از خون این مردم انتظار میکنن از این طرف آدم میکشن از اون طرف فرد رو تحریک میکنن که بیاد کشته کشته انجام بده بعدم هشتگ میزنن ادام نکنی بعدی شو بررسی بکنی بله کاربری نوشته که دنیا نوشته کی به مامانش میخواد بگه یه سری ایموجی گریه و اینام گذاشته هزار نفرم لایک کردن بریم توییت قبلی دنیا رو بخونیم ببینیم که دنیا قبلا چی ها میگفته دنیا قبلا نوشته که هر کی به مردم شلیک کرد بزنیدش هر کی گفت بزنیدش اونم بزنیدش هر کی گفت صحبت کنیم گفتگو بکنیم به اون هم حمله بکنید اون رو هم بزنید هر کی گفت من اعتراض دارم و این راهش نیست اینکه شما دارید آدم کشی میکنید اون رو هم بزنید هر کسی گفت فرق شما با اونا چیه شما چرا داری آدم میکشی اونم بزنید بعدیش رو ببینیم میگه که هر کسی گفت اینا برن کنار کی میخواد بیاد روی کار حالا اینا رو دارید میزنید اینا رفتن کی بیاد اون رو دوبار بزنید انقدر اینها رو بزنید تا تموم بشن این بی همه چیزها این حرامزاده یکی از کسانی است که این روزها توییت میزد میگفتش که بکشید بزنید ادهی میخونن جو میگرفتشون دیگه اینجا وقتی 13800 نفر مرکز اعتدال عربستان لایک ریخته پای این داستان ریخته که همه جا دیده بشه فراگیر بشه ادهی دیدن دیگه باور کردن از اون عده یک نفری پیدا شده جنایت رو رقم زده برادر کشی کرده حالا این بیشرف هایی که تحریک کردن با آدم کشی اومدن میگن چرا محاکمه شده است چرا محاکمه شده از پلیس آمریکا بپرسید که در کمتر از چند دقیقه تصمیم میگیره حکم صادر میکنه شلیک و انجام میده قانون هم پشتش ایستاده ما که مثل اونها نیستیم ما دادگاه تشکیل میدیم ما متمدنیم و جالبه که به خاطر این تمدن داریم فوش میخوریم بریم بعدی شما هم بررسی کنیم بریم ببینیم که فضا از چه قرار هست فیلم رو میخوایم با هم دیگه ببینیم فیلم مربوط به لادن تبا تبایی هست این فکر که لادن هم یاد بازیگری افتاده سعی میکنی که کمی ایفای نقشش خیلی ضعیفه خیلی ضعیفه یعنی الان این فیلم رو ببینیم بعد من نکاتی دارم که خدمت شما ارسان کرد نفسم با بالا نمیاد این همه کردم همه ادام کردم بچه ها رو باور نمیکنم واقعا بابا... شما شما من قصد تمسخر ندارم اگر قرار بود تمسخر بکنم همین الان میتونستم حدود 35 یا فیلمه برای شما 35 ثانیه فیلم بگیرم نفس عمیق بکشم بگم شما کی هستین و دور نفس عمیق بکشم ناراحت بشم دوباره بگم شما کی هستین سه بار این کارو تکرار بکنم بعد یه دستم به صورتم بکشم سریم دکمه رو بزنم قطعش بکنم قصد تمسخر ندارم نمیخوام از این زاویه بشو پرزنم سوالم اینه این افرادی که میگویید این اتفاق براشون افتاده و ناراحت هستین چیکار کردن در جریان هستین یا نه رسالت شما این هست که بگویید چرا این محاکمه انجام شده کدومشه بریم فیلم این افراد رو ببینیم شاید این کسانی که این روسا این بازی را به راه انداختن خبر ندارن چی اتفاق افتاده فیلم ها رو ببینیم ببینیم که در میدان ماجرا به چه شکل بوده اجازه اید من این ویدیو رو برای شما بیارم دوستان ویدیو ها دلخراش هست من پیشا پیش از شما و دوستان عزیزم رو میکنم ببینیم چاقو رو بردم پایین و سمت پهلوی اینجاش به دو تا بند انگوش چاقو رو رو کردم داخل پهلوش و متاسفانه سه دفعه این کار رو انجام دادم دوستان یه نکته خیلی مهمی وجود داره من قبلا توی فیلم ها دقت نکردم الان چون بحث بررسی صحنه جنایت رو نداریم ازش عبور میکنم ولی فیلم هایی که توی کانال منتشر میکنم از لحظه که اینها این جنایت رو رقم زدن رو دقت بکنید اون خودرویی که پیکر روح الله عجمیان رو روش میندازن کاپوتش خونیه یعنی این لحظه که این چاقو رو فرو کرده پیکر او در حال به اصطلاح خونریزی بوده با چجوری بگم خدمت شما همزمانی که این رخ داده این جنایت رو اینها همینطور تداومش دادن یعنی زجر کش کردن او را اینا آدم نکشتن اینا زجر کش کردن او را در شبکه شما یک ده امروز دارن از چه کسانی دفاع میکنن از قاتل دفاع نمیکنن این دروغ بزرگی که داره گفته میشه دارن از کسانی دفاع میکن که یک انسان را زجر کش کردند با زجر رو را کشتن ادامهش رو ببینیم اعتراف یکی از افراد, از افراد که در این ماجر نقششه رو هم سنگ و چوب و دست خالی همه چی به سمتش داشتم پرت میکردم شاید بگم راحت اون کسایی که زدم بالای سی چل نفر بودن حالا یکی دوتا مش میزد فرار میکرد یکی یه مش میزد میموند اونجا یکی نگاه میکرد من میدیدم چاقوهایی می میدیدم به هر شکل اندازه پنجه بکسا هیچی نداشتن دستشون خالی نمیذاشتن اینو سنگ تو دستشون نگه میداشتن با دست چپ دستم انداختم سمت شونه راستش و چرخوندمش بعد با یه سنگ به سرش ضربه زدم بعد از اینکه این سنگ رو زدم سه ضربه به سرش وارد کردم با مشت من دیگه شهید دیدم که افتاده من خدا یه ولی که افتاده بود یه نفر رو پرلوی و دنده سمت راستش داشت میپرید همینطوری بعد از اینکه این یه مقدار دورش خلوت شد من رفتم بالا یه ضربه به وسط پای زدم با پا و دو ضربه به زانوش این بربیگرده میگه من لگر زدم به به سل خودم به شهید و لگر زدم به صورتش و به پاش ضربه زدم این تحلیلگر نیست که مثلا جون تو تنش نیست که لگت میندازه کسی چیزش نمیشه این ورزشکار بوده همین چند وقتی که من دیدم یکی این کارات کارای کشورمون اومده و بو گفته بود که ایشان ورزشکار بوده راست میگه ورزشکار بوده وقتی ضربه میزد ضربه ضربه اساسی بود به خاطر اینه که من ابتدای گزارش جرم اینو نخواستم زیاد کنم برگشتم به شما و گفتم که این احتمالا قاتل اصلیه نه این قاتل اصلی احتمالاً جرمش رو زیاد نخواستم میکنم این ضربه ای که به این فرد میزنه هم ضربه ای که به صورت وارد میکنه هم ضربه محکمی که با اون کفش کار به سر ایشان میزنه خیلی ضربه اساسی بوده و زجکش کرده این آدم رو الان داره اینو تعطیلش میکنن فیلم لحظاتی که اینجا نت رو رقم زده روی صحبت مشاهده می‌کنید، من قسم احساسی کردن فضا نیست و الان میتونستم فیلم های از مادر شهید روح الله عجمیان به شما نشون بدم و از خانوادهش که قطعا شما رو به هم میرزه فقط یه نکته خدمت شما عرض میکنم مادر ایشان در جای گفته بود که من اصلا در جریان نبودم فرزندم چجوری کشته شده خانواده به من گفته اینکه که رخ داده چجوری شما نمیدونستم تو دادگاه وقتی اینها تعریف کردن من فهمیدم چه جنایتی رقم خورده و وقتی فیلم کارها اینها داشت پخش شد من فهمیدم که فرزندم رو چجوری کشتن کسی از این مادر امروز صحبت میکنه از اینهایی که دعوت کردن این افراد رو که بیا جنایت بکنید و بعد از اینکه جنایت رقم خورد بعد از اینکه این, این فاجعه رقم خورد حالا اعدام نکنید میگن کسی از بین اینها از مادر روح الله عجمیان صحبت میکنه این بازی بازی کثیفیه بازی که این روزها علیه وطن ما به راه انداختن بازی بسیار کثیفیه من طولترش نمی کنم فکر کنم تا همینجا کافی باشه نکات دیگری وجود داره این نکات رو دوست دارم در جای دیگری مفصل خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدم بریم با هم دیگه در جای دیگری اینها رو بررسی داشته باشیم دوستان کمی باید هوشیارانه این روسا بازی کرد فضایی به راه افتاده که این فضا میخواد وطن ما رو به چالش بکشه همه چیزشون رو هم در بستر فضای مجازی بنا کرده بستر فضای مجازی رو از اینها بگیری اینا هیچ ندارن هیچ چیزی ندارن برای به چالش کشیدن این وطن بی وجود هم هستن رفتن جاهای دور نشستن خیلی دور اون دور دورا نشستن از اونجا تحریک میکنن یه اینجا جنایت بکنن هوشیار باید بازی کرد در قبال این بی که میخوان وطن رو به چالش بکشن باید هوشیار بازی کرد درستم باید بازی رو بفهمیم یه جاهایی من دیدم افراد میفهمن که اون داره چه غلطی میکنه در ظاهر میفهمن میخوان پاسخی بدن خرابکاری میکنن مثال اگر بخوام بزنم این روسا ایده این رو در دستور کار قرار دادن در این مرحله از بازی هوشیار باشین که به بهانه به صلاح خودمون پرداختن به مسائل مختلف زیل لباس ملی گرایی توهین بکنن به مقدسات مذهبی ها هدف چیه میخواد توهین بکنه نه 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 ملیگرا که نیستن اینها اینا ها اگه ملیگرا بودن چرا تزی طلب که ملی نیستن اثبات کردم ملی نیستن نه نه از ملی خوردن الان داره چیکار میکنه الان کاری که دارن انجام میدن توهین به مقدسات هست برای چی این کارو میکنه به خاطر اینکه یک حزب اللهی پیدا بشه یک انقلابی حامی وطنی پیدا بشه ببین صف تویی که مذهبی نیستی باید از این مذهبی حامی وطن جدا بشه چجوری این کارو بکنم چهار توهین میکنم به مقدسات این بعد که توهین این میاد میگه برید بابا با اون تاریخ فلان فلان بذار من تاریخ ایرانو بررسی کنم ببینم این شاهایی که شما میگید خوب بودن چیا بودن بیا میخوام درباره کوروش صحبت کنم شما چه احساس پیدا میکنید میگه ا این داره توهین میکنه این داره به تاریخی که برای من مهمه و من بهش باور دارم توهین میکنه پس من صفم رو باید از این جدا کنم بازی این شکلیه در این مرحله اگر دیدین کسانی دارن توهین به مقدسات میکنن هوشیار باشین میخوان شما رو به شیوه ای بر که شما به تاریخ ملت خودتون به تاریخ خودتون به داشته تاریختون فحاشی بکنید که مرز شما از کسانی که باورهای مذهبی مثل شما ندارن اما دست در دست شما گذاشتن جدا بشود من طولانترش نمی کنم تا همیشه کافیه این نکته ایشون حتما در قالب پیام برای ما بفرستین خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر